پسرم روزگار را بنگر، شب دور از دیار را بنگر. عاشقان را که دل ز کف دادند، رفته از کف قرار را بنگر. آن که جان مایه کرد و هستی باخت، پشت پایش غبار را بنگر. آن که میخواند شعر آزادی، تیغش اینک به کار را بنگر. دوستی را که شهد شیرین داشت، در کفش زهر مار را بنگر. تاجر شهر را نگاهی کن، زر و سیمش تبار را بنگر. نفسش زر، صداش سیمالود، این همه اعتبار را بنگر. با ترازوی عقل او حافظ، خادم حجره دار را بنگر. چون به من میرسد به چشمانش، برق دیوانه وار را بنگر. پسرم رو به سوی فردا کن، بامداد بهار را بنگر. بگذار این قبیله خواب رود، از پس شب سوار را بنگر. ضرب دستان نبین که فخر کنند، دیده بکشا عیار را بنگر. پسرم پسرم ره به شهر عشق بجوی، لاله داغدار را بنگر. پر بکش تا سپیده های وطن رستم کارزار را بنگر. پاک کن از نگاه اشکت را، من امیدوار را بنگر. شیشه عمر دیو چون بشکست، ثمر انتظار را بنگر. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 28 فروردین ماه، 17 ماه آوریل، از استودیوی ایران فردا در لس آنجلس به همه شما عزیزانم سلام میکنم و درود. حالا درودم گفتم برای اونایی که سلام و دوست ندارن، اما سلام چه عیبی داره؟ تو رو خدا ملا نقطی نشین بعضی وقت. آقا نگیم سلام، چرا نگیم؟ 1400 سال جد و اجداد و نیاکان ما همه گفتن سلام، ما چرا نگیم؟ قشنگ سلام. سلام یعنی صلح، آرامش، زیبایی، دوستی، معرفت، همه اینا در این واژه خفته. درودم قشنگه، درودم نمیگم بده، ولی سلام هزار معنی داره، به همین دلیل خیلی لغت زیبایی است. و حالا اونایی که وقتی حافظ میگه سلامی چو بوی خوش آشنایی، آدم میتونه از سلام بگذره؟ بعضی های ما از این ورکی افتادیم. آقا عجیب و غریب، تو همین دو سه روزه سر این ماجرای تجاوز قلابی که رئیس سازمان حج و زیارت، نه رئیس بعثه مقام معظم رهبری، آقای حجت الاسلام قاضی عسکر با عتاب گفت آقا نکنید، با آبروی مردم بازی نکنید، تجاوزی در کار نبود. بله داستانشو براتون گفتم. متاب خب ماجرای سایت دولت نوبهار غیرت ملی بعضی ها رو به جوش میاره، اما گزارش تجاوز کهریزک خب غیرت رو به جوش نمیاره. این دیگه کارش نمیشه کرد. غیرت ها هم یه جورایی بعضی وقتا به جوش میاد که یه جورایی دیگه به جوش نمیاد. بستگی این داره که تای قضیه آدم چقدر بتونه چرتکه بندازه، حساب کتاب کنه. به هر روی بگذاریم، از این حرفا نمیخوام بزنم. حضور انبرتون عرض بکنم، امروز یکی از فرزندان ایران رو میارم توی برنامه‌م، از اونایی که مصیبت انقلاب رو ما به دامانشون گذاشتیم. تو انقلاب هیچ نقشی نداشتن، سر انقلاب به دنیا اومدن، یا 4 سال بعدش یا 1 سال قبلش. یک دفعه خود رو روبرو با یک هیولایی دیدن به نام ولایت مطلقه فقیه. ولی علارغم همه اینا تو این فضای مرگ اینا لبخند زدن، زندگی خلق کردن، گاه با شعری، با نوشتهی، با تابلوی، با فیلمی، با نمایشی. خیلی جالبه، نسخهایی که واقعا تاریخی شدن، نسخهایی که هجدیتی رو خلق میکنن، جنبش سبز رو خلق میکنن،
نسلهایی که در جوانی مثل عبدالله مومنی به پیری میرسن اما نمیشکنن. اما سید علی آقای ولی فقیه و ولی فقیه قبل از ایشون سید رولای مصطفوی کشمیری با همه تلاششون نمیتونن صدای اینا رو خفه کنن. عبدالله مومنی رو توی زندان سرش رو در توالت میکنن. احمد باطبی رو چه کارایی، چه مصائب و رنجهایی بر سرش میارن. دونه دونه این بچه ها رو نگاه کنیم چه کردن باهاشون. اما ماندن استوار، راست قامت، بلندتر از البرز و اینا میبونن. حالا اسمشو نمیگم براتون کیو میخوام بیارم. گفت این یکی دیگه از دو کس نشان داره، هم از خودش هم از پدرش. در خبرهایی که دیدم پیکه اعلام آتشبس یک جانبه با ترکیه کرد. این آقای اردوغان تمام مصیبت‌ها، مصائب، تمام سیاست‌های غلطش رو یک طرف می‌گذاریم. این که موفق شد از پیکه، یک سازمان چریکی که فقط به کشتن عادت داشت، یک نیروی سیاسی قدرتمند بسازه، با قبول وجود این نیرو، با نکشتن اوجلان، جمهوری ولایت فقیه عبدالملک حوثی رو سریع از طالبان تحویل گرفت و کشتش. چون با طالبان قرارداد داشتن، برنامه داشتن، هم با طالبان دارن هم با القاعده. ایمن الزواهری رفیق جونجونی آقای چندین تن از سران سپاه از جمله آقای محمد باقر ذوالقدر از سودان، اینا با هم دوست بودن. خب قراری گذاشتن، عبدالملک رو گرفتن و تحویلش دادن، آقای ریگی رو. گفتم حوثی، نه ریگی، این دوتا اسماشون شبیه به همه، و اعدامش کردن. در حالی که اینا از ریگی میتونستن چه بهرهی ببرن، بلوچستان رو آرام کنن با اختصاص دادن مبلغ مختصری از دزدیهاشون و از درآمدهای کشور بلوچستان آباد بشه. اون فیلمی رو که من پخش کردم لابدم دیدید، درباره خوشسالی و چه بر سر بخشی از استان سیستان و بلوچستان آمده، خشکی هامون و بقیهش. علم، اینا علم میگن خائن دیگه. آخه شوکت البرک علم، اینا همه نوکرای انگلیس. علم مینویسه اون شبی که قرارداد هیرمند بسته شد، هویدا و اعتمادی صدر اعظم افغانستان، تا صبح گریستم و تب کردم. بیادش به بیرجند زمین داره، زعفرانکاری داره، اون منطقه میدونه چقدر نیاز به آب داره و حالا این آب بسته میشه. جمهوری بی ارزه ولایت فقیه هم حتی در برابر پابرهنه های طالبان حق ما رو نتونستن بگیرن. باری در ترکیه اما برعکس، آقای اردوغان البته طرح صلح با کردا طرح عبدالله گل بود، او بود که، و داوود اغلو هم سهمی داشت که بهش میگن کیسینجر ترکیه، و اینا اوجلان رو که گرفتن ژنرال ها و خیلی فشار می آوردن که بکشینش. نشستن پس پرده بررسی کردن بالا پایین، خب بکشیمش، از کشتنش چه نتیجه میگیریم؟ پکک خشونت بیشتری اعمال خواهد کرد، رابطمون با کردای عراق به هم میخوره. و به این ترتیب اومدن اوجلان رو بردن در یک جزیره‌ای که یگانه زندانی اونجاست، مثل مثلا سن کوینتین، مثل آلکاتراز، بردنش اونجا. و در اونجا زمان بود براش که بیاندیشه، تفکر کنه. بعد یه انتخابات یه نیمبند آزاد کردن، یکی دو حزب طرفدار حقوق کردها نماینده به مجلس فرستادن. بعد اون نماینده ها واسطه شدن با اوجلان، رفتن نشستن صحبت کردن به همراه وکلاش، و به مرور اوجلان در برابر چشماندازی که جلوش باز میکردن که چه اتفاقات مثبتی ممکنه رخ بده، او هم نرمش نشون داد.
خیلی مهم بود. گفت نیروهاش از خاک ترکیه برن بیرون، یعنی ترکا مطمئن باشن. پکیکه دیگه به سربازا حمله نمی کن. همون قبل از این ماجرا یادتونه چند تا ژاندارم و سرباز رو کشتن، ولی حالا گفتن نه برید بیرون، رفتن تو عراق. و اوجلان نشست صحبت کرد، به نتیجه رسیدن. مسئله سلاح زمین گذاشتن، خب بعد اتفاقات عراق باعث شد پکیکه بره به جنگ داعش و در ماجرای کوبانی نقش مهمی داشته باشه. اینم بگم کردهای ما هم نقش مهمی داشتن. پیشمرگه های حزب کومله رفتن با آدمخواران داعش جنگیدن، هم قوم خود کردهای عراق رو آموزش دادن، در خیلی جا فرماندهی رو بر عهده داشتن و پیروز بودن. اسباب افتخار ماست در برابر دشمن ایران، ملت ایران، دشمن بشریت رفتن ایستادن و جنگیدن. به هر حال این در ترکیه. اون وقت در جمهوری ولایت فقیه در طول 3 روز 43 نفر اعدام میشه. در 3 روز وحشیگری این رژیم رو من اوائل انقلاب که یادم هست، در 1 روز مثلا 20 تا 30 تا از بهترین افسران و دولت مردان رو اینا به قتل میرسوندن. آقا شما فکر کنید مرحوم دکتر جواد سعید رو در کدوم رژیم او رو اعدام میکنن؟ در کدام رژیمی دکتر محمد رضا عاملی تهرانی اعدام میشه؟ مرحوم هویدا، مرحوم مهندس روحانی، منصور روحانی، آزمون، جعفریان، در کدوم رژیمی آدم هر جای دنیا رو بگرده پرویز نیکخواه رو اعدام میکنن، نیکپی رو اعدام میکنن، فرزامیان رو اعدام میکنن؟ حالا نظامی ها به کنار که خب یک مجموعه بزرگن، ولی از دولت مردان ما، آقای خمینی مرحوم پاکروان رو اعدام کرد، یعنی آدمی که جانش رو نجات داده بود اعدام کرد. مرحوم آیت الله شریعت مداری رو که جانش رو نجات داده بود بلایی به سرش آورد که آخر وقتی سرطان تمام وجودش رو پر کرده بود اجازه دادن بره به بیمارستان، اونجا هم زیر نظر ماموران امنیتی تا جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعد از خمینی هم که دیگه روزگار رو دیدیم. حالا خمینی بعد از اون سال 67 اون کشتارهای بیدلیل، کشتارهایی که اصلا معنی نداشت، طرف تو زندان بود، نه آقا این توبه نکرده، آقای رجوی هم که عشق میکرد، هر دهتایی رو که اینا میکشتن آقای رجوی بیشتر شادمان میشد، بیشتر به صدام پوز میداد که ببین رفقای ما رو دارن میکشن، لطفا فلوس بیشتر بفرستید که غفلت موجب پشیمانی است. صدام هم کیسه کیسه میداد، فیلماش اصلیه. به هر روی این نازنینان رو خمینی اعدام کرد، جنایتکارانی مثل مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری آقای دکتر حسن روحانی، یعنی یه همچی جانوری چرا باید در وزارت دادگستری باشه؟ قبرکن بود، خوب بود، مرد شخونه رو داشت، اینا که بهش میخوره، به تیپش میخوره، ولی وزیر دادگستری. یه وقتی هم حسن حبیبی معروف به دکتر چغندر، او وزیر دادگستری بود. من این حسن حبیبی رو پروندهش رو میبینم همیشه به جوش میام. فکر کنید یه آدمی سر در راه مصدق داره، نهضت آزادی، بعد میاد کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری اسلامی میشه، بعد 12 سال معاون رئیس جمهوریه، بگو آقا این یه دونه گل بنفشه یه جا کاشته که بگن اینو کاشته حبیبی. عیال مربوطه شونم میرفتن از آقای رفسنجانی کمک بگیرن، و تمام داروهایی که از خارج آوردن، تاریخ مصرف گذشته برای جنگجویان، صدام وزیر بهداریشو کشت به خاطر این کار. اینجا وزیر دادگستری و بانو روز به روز مقام بیشتری گرفتن، عضو فرهنگستان. تابلوی رو با ملکه فرح صحبت میکردم، اون تابلوی که اینا بردن فروختن
و جاشون چند برگ شاهنامه رو گرفتن، شاهنامه طهماسبی که اصلش رو قبلا میخواستن 20 میلیون دلار بفروشن، اینا 11 میلیون دلار تابلو رو حساب کردن، اون چند برگ رو گرفتن. وقت تابلو رو یک سال بعد 110 میلیون دلار فروختن. اینم معامله بزرگ آقای حبیبی که به نام ایشون در تاریخ ثبت شد. بله چه بگویم، این حکایت درد میهن ما حکایتی است پر آب چشم که آدم واقعا نمیتونه هیچگاه از اینا بگذره. خب یه اشاره بکنم به ماجرای پرونده اتمی. آخر هفته است، به هر حال قرار است که تاریخ مذاکرات هم گذاشتن برای مسائل. چه اتفاقی داره میفته؟ در صحبت‌های آقای روحانی ایشون هم گفت باید مجازات‌ها یک جا لغو بشه. خب این کار عملی نیست. آقای اوباما، یعنی در واقع جان کری، با داشتن اجازه از آقای اوباما وعده داده بود که به هر شکلی شده در پایان این مذاکرات و موافقت ایران با اون چارچوب، آقای اوباما سعی کنه یک لایحه‌ای رو به شورای امنیت بدن که به موجب اون مجازات ها لغو بشه. وقتی مجازات ها لغو میشد، ایران از زیر بند هفت میومد بیرون، در چی دیگه مجازات های آمریکا هم معنی قانونی نداشت و همطور اروپا. خب کنگره گلوی آقای اوباما رو گرفت، نه اینجوری نمیشه، شما نمیتونی کنگره رو دور بزنی، سنا رو دور بزنی. جنگ و جدال شروع شد. آقای اوباما تهدید کرد که وتو میکنم غیره و غیره. وقتی رفت تو کنگره، به خصوص وقتی آقای جان کری رفت در شورای در کمیسیون امنیت ملی، رفت اونجا، ای داده بیداد، تمام اعضای این جلوی اوباما ایستادن. خلاصه به آقای اوباما اطلاع دادن و ایشون ناچار شد تن به یک کامپرومایز بده، کامپرومایزی که به موجب اون آقای اوباما نمیتونه ماجرا رو به شورای امنیت ببره. هر نوع توافقی که ایشون با جمهوری ولایت فقیه انجام بده، به توافق برسه، باید به کنگره عرضه بشه و ظرف یک ماه کنگره بررسی کنه و نظر بده. آقای اوباما دیگه نمیتونه، اذعان کرد و پذیرفت. داشتم میخوندم امروز هم وال استریت جورنال هم نیویورک تایمز، هر دو به این موضوع اشاره کردن و این به نظر من خیلی مهمه. حالا اتفاقی که افتاده، آقای خامنه ای به عنوان یکی از بیمسئولیت ترین انسان های روی کره ارض گفتن که بله، من نه موافقم نه مخالف، هنوزم که چیزی نشده، هنوز حالا یه چارچوبی رو، یه بیانیه رو دادن، نه خیلی چیزا شده. جمهوری ولایت فقیه غیر از این قرارداد گزینه دیگری ندارد. یعنی ساده براتون بگم، اگر جمهوری اسلامی این قرارداد رو نپذیره و باز بخواد بازی دراره، 5 تحریم دیگر بر تحریما اضافه خواهد شد. یکی از این تحریما شامل مقامات بلندپایه نظام خواهد بود در فهرست سیاه. یکی دیگر از تحریم ها منع صدور نفت ایران خواهد بود. یعنی این 1 میلیون بشکرم نمیتونن صادر کنن، دیگه اون وقت میتونیم وضع اقتصادی کشور رو ببینیم چطوره. یکی دیگه از اینا که اسم تحریم رو نداره ولی در پس پرده، اون بند قانونی رو که گذاشته بودن که نتونن شهروندان آمریکایی به جرم، یعنی به جمهوری اسلامی رو تحت تعقیب قرار بدن چون فامیلشون رو کشته، کس و کارشون جز گروگانا بودن تو بیروت یا جای دیگه، اینم بر میدارن. یعنی به تمام شهروندان آمریکا و غیر آمریکا اجازه میدن علیه جمهوری اسلامی طرح شکایت بکنن. برای نمونه، یه نمونه شو من بهتون بگم، خانواده زنده یاد دکتر شاپور بختیار طرح شکایتی هم کردن. بانو شهین بختیار همسر ایشون و همینطور دخترشون فرانس و پسرشون میتوانن طرح دعوا بکنن و میشه هم کردن و خواستار این بشن که جمهوری اسلامی بابت این جنایت تکان دهنده جریمه بشه. همین یکی دوتا نیست،
74 نفر رو حداقل در خارج به قتل رسوندن. اینا هم گریبانشون رو خواهد گرفت. بنابراین جمهوری ولایت فقیه راهی نداره، باید بپذیره. حالا آقای خامنه ای کیف میکنه که پوتین بهش موشکای S-300 رو داده؟ به این حرف اسرائیلی ها توجه کنی، حرف زوره ولی دارن میگن، میگن که اگر موشکا به ایران تحویل داده بشه قبل از این که موشکا برسه، اینا به تاسیسات اتمی حمله خواهند کرد، چون وقتی موشکا برسه دیگه نمیتونن حمله کنه. خیلی نگران کننده است، بسیار نگران کننده است. و امیدوارم آقای پوتین بدونه با چه آتیشی داره بازی میکنه. البته پوتین که براش مهم نیست، فعلا ایران شده مستعمرش، هر کاری دلش میخواد میکنه، با جمهوری اسلامی هم در جنایاتی که در سوریه میشه همدستن، و این همدستی هم خب عملا داریم میبینیم، به ضرر ملت سوریه، به ضرر ملت یمن و ملل دیگر. یه نکته جالب براتون بگم، آقای حیدر العبادی نخست وزیر عراق اومد در واشنگتن با پرزیدنت اوباما ملاقات کرد، یه مصاحبه مطبوعاتی هم داشت، بعد ایشون رفت توی واشنگتن اینستیتو هم صحبت کرد. از جمله حرفاش این بود که آقا بله، حمله عربستان به یمن هیچ وجاهت قانونی نداره و یمن با حمله هوایی و با جنگ حل نمیشه مشکلش. گفت جانا سخن از زبان ما میگو، از روز اول هم همه گفتن آقا این جمال بن عمر نماینده سازمان ملل تلاش داره میکنه اینا دوره هم بشین، آقا جمهوری اسلامی نگذاشت. عبدالملک حوثی رو تحریک کرد، اونم فکر کرد که حالا قهرمان شد. سیف ابن زیزن، حضورتون عرض کنم که آقای عبادی در این حال فرمودن که دولت آمریکا هم خواستار اینه که این عملیات نظامی متوقف بشه. تا این حرف زد سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا و نیز سخنگوی کاخ سفید، هر دو تأکید کردند که آمریکا از ائتلاف علیه حوثی ها حمایت میکنه و جنگ طوفان قاطع رو حمایت میکنه. الجوبر سفیر سعودی در واشنگتن هم یه مصاحبه مطبوعاتی گذاشت، تو اطلاعاتی داد که بله آقا ما اهدافی رو به آمریکا اطلاع میدیم، آمریکا یا دیتیل این اهداف رو در میارن به ما میدن و ما برای اینکه خسارت انسانی نباشه یا کم باشه سعی میکنیم پرسایسلی همون مناطق رو که آمریکا مشخص کردن بمباران کنیم. به معنای دیگر این عملیات با هماهنگی دو کشور انجام میگیره. اتفاق دیگری که در یمن افتاده به نظر من یعنی اولا آمریکایی‌ها به آقای العبادی گفتن تو کار بزرگتر رو دخالت نکن، ماست خودتو بخور، کشک خودتو بساب، دنبال این باش که ما هواپیماهای F-16 بهت بدیم. تو این گیرودار اتفاق دیگری افتاد، اون ارتشیایی که طرفدار علی عبدالله صالح رئیس جمهور اسبق بودن، اینا دسته دسته دارن میپیوندن به ارتش قانونی دولت قانون، یعنی دولت آقای عبدرب هادی منصور که فعلا او و نخست وزیرش در ریاض هستند و قرار بر این است که به مرور اینا در مذاکراتی که میکنن حتی اگر لازم شد حوثی ها هم راه بدن برای مذاکره، اما به شرطی که حوثی ها اسلحه رو زمین بگذارن، اماکنی رو تصرف کردن پس بدن. و در همین دیروز هم جمال بن عمر نماینده سازمان ملل در یمن استعفا کرد، هیچ کس هم براش اشکی نریخت و الان قرار دبیر کل یک نماینده دیگه هم انتخاب بکنه برای اینکه برگرده، شاید بتونه این جنگجویانی رو که به جان هم افتادن گرد یک میز بنشانه. درنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم در خدمت. با درود دوباره خدمت همه شما عزیزان، معمولا روزای جمعه ما یه مقدار غیر از مسائل سیاسی به مسائل فرهنگی، به بعضی از گفتگوها هم میپردازیم. چقدر براتون از یمن بگم،
چقدر از سوریه بگم. واقعا هر بار که سوریه رو میگم قصه پر آب چشمه. یک مرد بیماری به نام بشار اسد که آقا دکترا هم داره، از انگلیس هم رفته، یه همسر روشن فکرم داره، میره به کشورش 250,000 نفر رو برای بقای خودش میکشه، 85% کشور رو ویران میکنه، تکیهش هم به ولایت فقیه و ولایت کیجیبی پوتینه. خیلی هم ساده. حالا من از کجاش بگم براتون؟ داعش وارد دیر زور شد، داعش رفت اونجا 1,000 نفر رو گردن زد، کشت. نیروهای بشار اسد از بالا بشکه باروتی ریختن رو سر مردم، 500 نفر رو کشتن. از کجاش بگم؟ از کجای اون بگم؟ از آقای مشنوق وزیر کشور لبنان بگم که به ولی فقیه میگه دماغت به خاک ماریده خواهد شد. ببینید اینا چه کردن با ما. ارزش و اعتبار ایران به کجا رسیده؟ زمان آن پدر و پسر، حالا پدر که یک کلمه شاه رو تو فرانسه باش بازی کردن، روابط رو قطع کرد، بیرونشون کرد. زمان محمد رضا شاه وقتی که تیمور بختیار رفت بیروت، دستگیرش کردن و قرار بود به ایران تحویلش بدن. پشت پرده بازی هایی شد و غیره. خلاصه تیمور بختیار رو فرستادن عراق. شاه روابط رو قطع کرد، کمک هایی به لبنان متوقف شد، کامیل شمعون بدو بدو اومد ایران، چالهلو پوزش فرستاد، عبدالله یافی، تقی‌الدین صلح، نخست وزیران لبنان، رشید کرامی، صاحب سلام، هر کدوم نامه نوشتن، با هویدا تماس گرفتن. عاقبت تقی‌الدین صلح اومد به ایران. ایران اعتبار داشت. در کویت با یه تصویر و یه عکاس فلسطینی سر ملکه رو، ملکه ایران رو، به تن یک رقاص عرب وز کرد، پشت شیشه گذاشت. 2 ساعت مغازه برچیده شد و این آقای فلسطینی از کویت بیرون رفت. ایران اقتدار داشت، اعتبار داشت. بارها براتون گفتم کامبیز آتابای رئیس فدراسیون فوتبال تو جلسه کنفدراسیون آسیا وقتی نقشه مجعول خلیج عربی دید فریاد زد و از سالن اومد بیرون. نیم ساعته نقشه رفت به باد و خلیج همیشه فارس اومد اونجا نشد. برای اینکه اعتبار داشتیم، جایگاه داشتیم. برای اینکه نمیخواستیم تو امور کشور دیگه مداخله کنیم. برای اینکه نمیفتیم اسلحه بفرستیم. تو یمن تلویزیون براشون درست کردیم. در خلیج فارس بیمارستان نقال که از این بندر به اون بندر میرفت براشون فرستادیم. ای داد، افسوس. به هر حال اشاره میخواستم بکنم به شماره جدید مجله ایران شناسی، شماره 26، سال 26، شماره 4. یکی از بهترین مجلات فرهنگی و ادبی و تحقیقی که در خارج در میمد این مجله است که دکتر جلال متینی و دوستانش با چه زحمتی این مجله رو منتشر میکنن. سرمقاله نوشته دکتر متینی که خیلی دل منو به درد آورد، اشاره کرده که در شماره سوم، شماره قبل از این، به خوانندگان گفته بودم که پس از قریب 33 سال که نخست مسئولیت انتشار مجله ایران نامه به مدت 6.5 سال و سپس ایران شناسی رو بر عهده داشتم، مشکلات مالی زیادی باش روبرو بوده، ولی به همت یک هموطن ایرانی که هزینه این نشر میداد، که کسی جز جناب محمود خیامی نیست که خدا حفظش کنه، عمرش دراز باد، که در هر کار فرهنگی اثر او رو میبینیم. به هر حال اشاره کرده که قصد تعطیل این مجله رو داشتم، ولی عده‌ای به من گفتن نه. من همینجا از هموطنانی که در خارج ایران منو میبینن و صدامو میشنون میخواهم همتون ایران شناسی رو مشترک بشید. حیفه مجله‌ای که این مقالات ارزنده رو چاپ میکنه. در همین شماره دکتر طالقانی مقاله نوشته راجب ساسانیان، راجب اصلا فوق العاده است این مقاله. یه مقاله دیگه است، نامه‌ای به یک دوست قدیمی که مسائل امروز ایران رو چقدر جالب بررسی میکنه و انقلاب رو، سیمای ایران ساسانی، دکتر محمد علی طالقانی استاد من،
در دانشکده حقوق انگلیسی به ما درس میداد، درود بهش میگه. مشترک بشید به همت عالی و اجازه ندید چنین نشریه‌ای متوقف بشه. به هر حال گفتم مهمانی داره. مهمان من این دفعه متفاوت، به این دلیل که معمولا من مهمانانم چهره هایی هستن هم سن و سال خودم یه خود پایین تر بالاتر در عرصه فرهنگ و هنر و ادبیات و غیر، ولی این بار با یک فرزندم گفتگو میکنم، با جوانی که با انقلاب متولد شده، با جوانی که اتفاقا در یه خانواده انقلابی بوده، پدری که انقلابی بوده، طرفدار انقلاب بوده، تا میرسه به جنبش سبز، تا میرسه به انتخابات 88 و اونجا یه دفعه تمام واقعیت‌ها براش آشکار میشه، حق بازها رو میشناسه، میبینه چه خبره و فریاد میزنه، زندان میره، شکنجه میشه، آزار میبینه، ولی استوار قامت ایستاده و حالا چون اسمش هم خوده با من شباهت داره، فکر نکنید به خاطر اسم، نه به خاطر حضور خودشه، به خاطر شخصیت خودشه، محمد نوریزاد که گفتگویی که من با او داشتم چه سر و صدایی کرد. اما حالا نمیخوام با او گفتگو کنم، امیدوارم هرچه زودتر گفتگو کنم، حالا میخوام با پسرش گفتگو کنم، با عباسر، نقاش، سینماگر، آوازخوان، هنرمند، موسیقیدان و مثل خود من تبعیدی. خب خوش آمدی عباسر. مرسی، منم سپاسگزارم فرصتی که من دادین. درود میفرستم به همه هموطنانم. عباسر، هیچ وقت فکر میکردی یه روزی عباسر نوریزاد با علیرضا نوریزاده با هم بشینه؟ نه والا هیچ وقت. اتفاقا واقعا این سوال بارها و بارها و بارها ازم پرسیدش که شما با آقای نوریزاده نسبت دارم؟ نه والا هیچ نسبت نه، چه تو موقعی که تو ایران بودیم چه موقعی که نه، ولی خیلی خوشحالم که منم همینطور. خب بذار اینجوری شروع کنم، از کی وارد این فعالیت ها شدی؟ وارد فعالیت، چون فیلمی که گرفتی در جریانات ایران و فیلم از پدر تو اینا برای کار خطرناکی بود تو اون شرایط، از کی اومدی تو این کار؟ ببینید خب من از ابتدا همون سنین 17-18 سالی خب فضای ذهنیم فرق میکرد همیشه، یعنی با بابات هم اختلاف داشتی؟ 100%. بعد من فرزند ناخلف بودم به قول معروف و به همین دلیلم از ایران قبل از اینکه پدر ناخلف بشه. دقیقا الان جفتمون ناخلف. و ولی خب به هر حال همین که پدر این شهامت رو به خرج داد، خود این در واقع یه ریلیسی بود، یه رهایی بود که به هر حال من چه خوندی اصلا درس؟ من سینما خوندم. تو ایران هم سینما خوندی؟ ایران نه، من اینجا دانشگاه رفتم، اینجا سینما خوندی. بله. خب یه خود میخوام از خانوادت برام بگی، از اون فضایی که توش بودی، به هر حال یه فضای مذهبی بود و طرفدار نظام، یه مقدار از اون فضا بگو، خودت خواهر برادرات چجوری دیل میکردین، کوپ میکردین با این فضا؟ بسیار سخت بود، بسیار سخت بود. ببینیم ما توی کوچه ای زندگی میکردیم که اسمش سلمان بود، کوچه پایینی اسمش ابوذر بود، دو تا کوچه بالاتر اسمش مقداد بود، همسایه بغلی من میثم بود که بچه معلوم بود، بلا فاصله بعد از اون یاسر بود. این فضایی بود که ما توش زندگی. مدرسه چی؟ مدرسه هم همه مدارس مذهبی عرض کنم که، و خب محیط خانواده هم مذهبی به شدت، مذهبی حزب اللهی. خیلی سخت بود، خیلی سخت و خب جنگ هم بود، یعنی شرایط آسونی نبود، برای بابام نبود، حالا جبهه بود، برنامه سازی میکردم و ولی خب اون سایه تحکمات مذهبی و محدودیت ها همیشه بود. عباسر کی برای اولین بار حس کردی بابا فرق کرده؟ 2-3 سال قبل از انتخابات شروع شده بود این تغییرها. من چیزایی که اینجا میشنیدم واقعا شگفت زدم میکرد و اینا تو مسئله توی زمینهای شخصی و خانوادگی بود، یعنی من حس میکردم که بابا به شدت تو خودش، کمتر سخنرانی دیگه نمیکنه، فعالیتش کمتر شده و
مثلا آخرین سریالی که ساخت توش فقط صحبت از فردوسی و شاهنامه و این حرف بود و خود اینجا حالا تو پرانتزم دوست دارم بگم که واقعا تأثیر فردوسی روی افکار پدر خیلی خیلی زیاده و واقعا این بزرگ بزرگ شعر ما واقعا تأثیر بسیار زیادی داشت. من فکرم تو ادبیات پدر و ادب پدر هم خودشو نشون میده. و این جالب براتون میگم، عبازر متولد امریکاست. خیلی جالبا، یعنی اون زمانی که انقلاب شده محمد نوریزاد و همسرش امریکا بودن و بر میگردن به ایران مثل خیلی از جوانای ایرانی دیگه که اینجا درس میخونن. عبازرم محصول این خاکه، متولد اینجاست، برای همینم در بازگشت زیاد مشکلی برای آمدن اینجا نداشت. خب کارهای اساسی که تالا کردی چیا بود؟ من بعد از اینکه درسم تموم شد و این اتفاقات افتاد، من 15 سال است که به طور حرفه‌ای کار ادیت، کار تدوین فیلم انجام میدم. ایران کی رفتی اومدی؟ این دو سه بار تو این فاصله رفته بودم، آخرین بار سال 2011 بود که من رفتم اونجا یه هفته براش بابا آزاد شد، چون دیگه واقعا شرایط جسمش جوری بود که داشت میمرد و رهاش کردن. که مردم، تعداد زیادی مردم هر روز می اومدن خونه و می دیدن و بابا داستانی رو تعریف می کرد و این داستان ها رو ما بسیار بسیار زیبا، این داستان ها رو تبدیل کردیم به فیلم نامه و فیلم اون هم تبدیل کردیم به فیلم. هفت در طول هفت گرفتی؟ خودش یه داستانی، خود ساخت اون فیلم یه داستانی. واقعا شرایطی که من ستاپ کردم به قول معروف که این کار بدون مشکل انجام بشه و 95% موفق بودیم تا واقعا چند روز بیشتر نمونده بود از فیلم برداری که این اتفاق افتاد و که اطلاعات رو سربازان گمنام آقا ریختن و کارا رو بردن و ما هم فرار کردیم اومدیم. ولی شما داشتی کارا رو؟ نه، بردن همه رو. همه رو بردن. بله بله دوستان. هیچی از اون نداری؟ نه ببینیم، ما بکاپ میکردیم، جاهای مختلف قایم میکردیم. خب ماشاءالله یکی دوتا هم که نبودن که، هم خونه ریختن هم سر صحنه، همه رو بردن دیگه، چیزی نداریم. بعد دو سه ماه بعد خودشون توی یه ریپورتی یه صحنه‌ای رو ریلیز کردن، ولی چیزی نداریم از اون کار. فیلمنامه‌مون و دکوپاژ ها، استوری بورد ها، اونها مونده. و اینجا تکرارش هم کار سختیه چون احتیاج به اون انوایرمنت میخوای. نه، کارا همه داخلی بود، سلول انفرادی بود. ما همه رو توی یه اتاق ساختیم وسط یه باغ. وسط یه باغ تو بله. هم دید میخواد دونه بسازی؟ بله این کارو داریم میکنیم. خب چه مشکلی داری بگو؟ اتفاقا من بینندگانی دارم که به این مسائل خیلی علاقه دارم. حتما مشکل که نیست، در واقع همش به قول حسین مدینه و کربلا میگه ما رأیت الا جمیلا، فقط زیبایی مانعی که سر راه کیشالا بکنه که همه کسانی که با محمد نوریزاد رو میشناسن احترام میذارن، دوست دارن و دوست دارن. عبازر نوریزاد و عبازر خودش یه شخصیت هنری فعال. دوست دارم که ما یه کمپینی رو شروع کردیم، فاند ریزینگ کمپین هست، کراود فاندینگ کمپین هست، که در واقع کمک های مالی رو جذب میکنیم. یه ددلاین مشخصی داریم، یه تایم زمان مشخصی داریم که در واقع من بتونم این کاری که از ما دزدیده شده رو دوباره بازسازی بکنیم. داستان اون برهه‌ای از زندگی محمد نوریزاد هست که در واقع داره پیله میشکافه و داره بال میگشایه. در قشنگ پیله شکافتن من این داستان رو واقعا زندگی کردم. من وقتی رفتم ایران باورم نمیشد که این محمد نوریزاد همون محمد نوریزاد که یک عمری واقعا گرفتارش شدیم. آره. و برای من همینجوری من فقط گوش میدادم و مشاهده میکردم به قول معروف. من این داستان رو هم اون ماهایی که با هم ساختیمش و دوزینش و بعد از اون زندگی کردم این فضا رو. به نظر من بسیار بسیار داستانی هست که باید گفته بشه، چون خیلی هم میپرسن آقا چی شد، چه جوری شد، چرا، چی شد. همین میخوام اینو من بپرسم، این برای من خیلی مهمه، چه عاملی رو در این انقلاب پدرت بیشتر از همه مؤثر میدونی؟ ببینید خیلی راحت اگه صادقانه بخوام جواب بدم، بله صادقانه بخوام جواب بدم، به هر حال محمد نوریزاد آزارش به مورچه هم نرسیده بود. یعنی اون چه که کرده بود در طول عمرش که حالا خانواده و استعداد و همه چیزش رو فدای اون چیزی که فکر،
این از روی صداقت محض بود و اون روزی هم که فهمید که گول خورده یا سوء استفاده شده ازش گذاشت کنار. ولی در این راستا به نظر من فردوسی نقش خیلی خیلی مهمی داره و خانواده ما، نه اینکه حالا علیه السلامی باشیم، ولی خود شخص من، مادر و خانواده به شدت همیشه سعی کردیم که اون چیزی که حق بوده، درست بوده، اون چیزی که میدیدیم رو بازگو کنیم و همین همیشه باعث شد که پدر تنها در واقع مفری باشه به این که به اون نظر مخالف دسترسی داشته باشه و تا ذهنش باشه و این فرصت در واقع بوده که به این مسائل فکر کنه. با همون وقت میشیستین حرف بزنین تو اون فرصت دیگه؟ کدوم فرصت؟ بعد از 2011 بله، من این هفت ماهی که پروڈاکشن کار، تورید کار تو کشتیم، من و بابا واقعا مثل دو تا دوست شب و روز با هم زندگی کردیم. بابا جلوی دوربین من بود، با همین کار رو ما انجام دادیم و نقش خودش رو بازی میکرد و من یه آدم واقعا جدیدی رو تجربه میکردم که پدر من بود که من هیچ وقت تجربه نکرده بودم. و وقت از دوستای جدید بابات کسایی رو دیدی مثل آقای امیر انتظام مثلا؟ نه متاسفانه نه، ولی اتفاقی که افتاد این بود که از انبوه بسیار بسیار زیاد دوستان قدیمشون هیچ کدوم رو ندیدم. به هر حال همشون، اکثر قریب به اتفاقشون فاصله گرفتن، فاصله رابطهشون رو قطع کردن و ولی عوضش به قول خودش میگه من الان میلیون ها میلیون دوست دارم. خب ببین، اینم با سوال برای مردم، حالا وقتی میگن چرا نوریزادو نمیگیرن، من براشون توضیح میدم. میگم بعضی آدما به یه نقطه میرسن که رژیم میبینه رهاییشون بهتره، چون اگه بگیره ضرباتی که میخورن و آثارش خیلی بیشتره. بله. در گذشتن مثلا بعضی رو نمیگرفتن چون بله، میدونستن گرفتن اینا آسیب بیشتری میزن. ولی بعضی ها مثلا میخوام بدونن چجوری خانواده شما زندگی میکنه تو این وضع گران. مثلا من تبرزدی رو میدونم واقعا وضع بدی دارن، 8 بچه مادر پدر تو هم همینجور. شما چند نفرین؟ ما 4 تا بچه هستیم، 6 نفریم. 6 نفر. بله. خب پدر چجوری اینا رو اداره میکنه؟ عرض کنم که خب الان که فقط 2 تا از خواهر برادر کوچیکم ایران هستم، من که بیرونم، خواهرم از خواهر بزرگم ازدواج کرده که از من کوچیک داره و زندگی خودش رو داره. یه آپارتمانی هست که اجاره میدن و از اون راه یه درآمدی کسب میکنن، حقوق بازنشستگی که مادرم هست و تابلوهاشو میفروشه، پدر نقاشی میکنه تابلوهاشو میفروشه. محمد نوریزاد، نه ببین، اینو ازت پرسیدم به خاطر اینکه یه عده شبهه میندازن. من میدونستم پدر تو چه جوری زندگی میکنه، ولی دلم میخواست از زبان فرزندش مردم بدونن. انسانهای با شرفی پیدا میشن که میتونه الان فقط زبان به چرخونه سریال های میلیاردی رو بهش بدن درست بله. کنه، ولی نمیکنه. این با ارزشه، این ارزش داره که یه انسانی راهش رو انتخاب کرده وقتی دیده این راه گذشته غلط بوده و از این بابت من خیلی خوشحالم. خب تو این نمایشگاه نقاشی برگزار کردی، چطور بود استقبال؟ بی‌نظیر بود واقعا. بله خیلی واقعا جانب ما دو سه بار مجبور شدیم انقدر گرم شد که خالی کنیم سالونو، مردم هدایت کردن بیرون، یه مقدار خنک شد دوباره. استقبال خیلی خوب بود. همون نقاشی ها رو ما داریم به عنوان هدیه در این کمپین استفاده میکنیم، تقدیم مردم میکنیم. توی این اجازه من صحبت کنم در مورد توی این کمپین ما پکیج های مختلفی داریم که حتی اگر شما 5 دلار یا 10 دلار هم تقدیم کنید، ما هم در ازای اون یه هدیه ناقابلی تقدیم میکنیم. پکیج ها هرچی بزرگتر میشه، 3-4 تا پکیج آخر اگر در واقع انتخاب بشه، توی اونها ما از نقاشی های اوریجینال پدر که از ایران خارج کردیم تقدیم در واقع علاقمندان میکنیم و اون هم بازی فرصتی است که به ما این امکان رو میده که با اون پول بتونیم داستان محمد نوریزاد رو نشون بدیم. بعضیاتون یه بخش کوچک از اون بهره بانکی رو که در ماه میگیری نمیگیریم، خب دوش جانتون استفاده کنید، مال خودتونه، ولی یه بخش کوچک رو به این کار ارزنده اختصاص بدید و همونطور که ابازر گفت در برابرش پادفرهی نیز خواهید گرفت، پادفره دنیایی یا غیر از آخرت و پاداشی خواهید گرفت، حالا به صورت تابلو یا دستخط یا نوشته یا فیلم، هرچی. من خواهش میکنم این کارو بکنید.
آدرس بده، ایمیل بده، هر چی لازمه. بله ببینید تو به قول عصر ارتباطات ابازر نوریزاد صفحه فیسبوک من رو اگه پیدا بکنید تمام اطلاعات اونجا هست، با اینستراکشن که بهتون میگن چه کار بکنید، کجا برید، همه اطلاعات هست. ابازر نوریزاد خیلی هم راحت، ابازرم که میدونید چه جوریه. اسم فیلم هم هست Classified the Stolen Movie Actually. Classified the Stolen Movie. بله. That's great. اوریجینالی از اون روزی که ما شروع کردیم اسم کار بود محرمانه برای رهبر. پدر هم نیتش این بود که این کار رو ما بسازیم بفرستیم برای رهبر. حالا هم همونه، محرمانه است، فقط فرقش اینه که همه دنیا ایشاله، ولی دیگه برای رهبر نیست. نه. تمام جهان رو نگاه میکنه. من خیلی خوشحالم که ابازر رو دیدم و باهاش نشستم، برای اینکه نمادی از این نسلی است که سر بازی ایستادن نداره. به هیچ وجه. رود خروشانی که می جوشه، نسلی که زندگی میخواد، نسلی که از شعار خسته است به شعور رسیده، نسلی که دیگه رنجهای چگوارا تکونش نمیده، بلکه وقتی نگاه میکنه در یه روز، در سه روز 43 نفر رو اعدام میکنن، فریاد میزنه. نسلی که هنوز داره فکر میکنه چرا خانم جباری اعدام شد، چرا سه جوان کردو اعدام کردن، چرا محمد نوریزاد اینقدر رنج میکشه، چرا عباس امیر انتظام ماندلای ایران باید اینقدر رنج بکشه، چرا باید سینه و دل فروهرها رو بدرند، محمد مختاری رو خفه کنند، محمد جعفر پوینده رو نفسش رو بگیرن، حاجی زاده رو و فرزند 7 سالش رو توی حیات سر ببرن، شاپور بختیار رو گردن ببرن، سروش کتیبه رو سینه بشکافند، عبدالرحمن قاسملو، دکتر صادق شرفکندی، کاک عبدالله قادری و و از کدام بگویم، دکتر عبدالرحمن برومند، فریدون فرخزاد و این همه انسان آزاده که اینها سر بریدند و سینه شکافتند. ممنونم ابازر عزیز. ممنونم از شما. مطمئنم هموطنانمون به تو یاری میرسونن. پس ابازر نوریزاد در فیسبوک برید سراغش. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، تا دوشنبه همه شما عزیزانم را به پروردگار عاشق می سپارم.